در اسکار امسال یک فیلم کوتاه مستند که جایزه اسکار رو برد، یک فیلمی در رابطه با عادت زنان، و وقتی که کارگردانش که ایرانیه اومد روی صحنه که جایزه رو بهش بدن، داشت گریه میکرد و میگفت گریه نمی کنم به خاطر اینکه عادت ماهانمه، ولی گریه میکنم به خاطر اینکه یک فیلم در رابطه با عادت زنان اسکار برده. و واقعا به نظرم این یه چیز تاریخیه. دقیقا توی قرن 21 در این مورد جامعه مجبور صحبت بکنه، و فیلم در رابطه با زندگی یک سری زناست توی یکی از مناطق هند که با مشکلاتی رو که زنا دارن، زبانشون چطوری در این مورد صحبت میکنن، و دارن سعی میکنن که این تابوی قضیه رو بشکنن و بیشتر در مورد صحبت کنن. این قضیه تنها در هند نیست، در کشورهای مختلف هم همین قضیه وجود داره وقتی نگاه میکنیم. و دقیقاً، و خب میبینیم در کشورهای مختلف وجود داره، و در ضمن در مذاهب مختلف. مثلا خب توی هند این مذهب هندو برای مثال میگه که زنی که عادتشه نباید حتی توی آشپزخونه بره، نباید دست بزنه به هیچ مردی یا هیچ کس دیگه، چون کثیف هستش. و اینو تو مذاهب دیگه هم میبینیم، توی بعضی از قشرهای بودایی میبینیم، توی یهودیت میبینیم، توی مسیحیت حتی میبینیم، و در اسلام هم خیلی واضح است. برای مثال زنی که عادتشه نمیتونه نماز بخونه، نمیتونه برای مثال بره توی مسجد، و این نگاه به زن که کثیفه، میدونین یه چیزیه که نباید بهش دست زد، اعتباد نباید باش داشت وقتی که این عادتشو داره، که البته یه چیز خیلی طبیعیه. دقیقاً، شما نگاه کنید این توی تاریخ وجود داشته و هنوز ادامه داره، همین برای رای گیری برای این فیلم عادت ماهانه که اسکار برد، یکی از کسایی که رای قرار بوده رای گفته من رای نمیدم به این، به خاطر اینکه این مسئله ای که زنها دارن در موردش حرف میتونه میکنن و این یه چیز خیلی نجسیه، من در موردش نمیخوام صحبت کنم. و این نجس بودن و کثیف بودن، ناپاک بودن توی زبان در واقع خودشو بیان میکنه و نشون میده. و تو کشورهای مختلفی نگاه میکنین هنوز که هنوزه طرد میشن زنا به شکل به اشکال مختلف. شما توجه کنین تاثیر روی بچه که داره بزرگ میشه، هم دختر هم پسر، پسری که بزرگ میشه نه خبر داره، نه میدونه چیه، نه احساسش رو درک میکنه، و چقدر فشار میاره دختر خود یافه خودش مجبور کنه، همه طردش میکنن و در واقع بیشتر هم در موردش نمیدونن، هیچ کس بهشون توضیح نمیده دقیقاً چیه. آره، منم یادمه وقتی من عادت ماهانمو گرفتم 11 سالم بود و نمیدونستم چه اتفاقی افتاده، چون توی مدارسم اون موقع هم تو ایران درس نمیدادن و خبر بودیم، و توی خود اروپا هم یه جنگ روی این مسئله که این چیزا درس داده بشه. تابو هنوز وجود داره روی مسائلی که مربوط به بدن زن و دختر به خصوص. و این صحبت شما این که آدم ها طرد میشن واقعا جدیه، یعنی واقعا یک بحث مرگ و زندگی برای خیلی ها. توی اخبار برای مثال اخیراً توی نپال چندین زن مردن به خاطر اینکه وقتی که عادت ماهانه‌شونه باید برن توی یک کابینایی بمونن و مثلا توی زمستون آتیش باید بسوزونن اون تو و خفه شدن، بچه هاشون هم باید باهاشون باشن، مثلا اگر بچه شیرخواره باید با مادرش بره تو اون از این کابینا، و بچه ها و مادر همه میمیرن. و خیلی از این اتفاقات میفته توی نپال. توی هندوستان خوندم اخیراً یه دختر 12 ساله خودکشی کرد به خاطر اینکه توی مدرسه عادتش اومده بود و شلوارش خون داشت روش و معلمش بیرونش کرد از کلاس و یه جوری یه کاری کرد که احساس شرم کنه دختره. این شرم و ناپاک بودن یکی از در واقع فرهنگی که تو همه جوامع وجود داره، زنان رو طرد میکنن و با این باید مبارزه کرد، به خاطر اینکه طبیعی ترین وضعیت انسان رو که در واقع پیریود رابطه مستقیم با به وجود بردن انسان به قدرت بدن زنان نشون میده، به جایی که یه چیز مثبتی باشه و یه چیز طبیعی باشه که در بردش همه بتونن حرف بزنن صحبت بکنن و طبیعی باشه، به یه موضوع کنترل طرد شدن و دوباره به علیه
زنان استفاده میشه و الان مبارزه بر علیه این و در واقع شکوندن این تابو هم در واقع تو کشورهای مختلف شروع شده و دمارش دارن هر تون در ایران هست این قضیه و مهم روی این قضیه بیشتر تاکید کرد و دقیقا این تابو رو باید شکست. یعنی وقتی که فکر میکنیم که این یک مسئله واقعا مرگ و زندگیه برای خیلی دختران و زنان و مهمه که این تابویی که کثیف نجس پاک نیست اینا رو همه رو باید شکون و اینو به عنوان یه چیز خیلی طبیعی دید و به همین خاطرم برای این 8 مارس من و سادیا حمید یک عمل اعتراضی در دفاع از عادت ماهانه زنان و علیه قوانین و دولت‌هایی که و مذاهبی که اینو تابو میبینن و اینو کثیف میبینن این یه اعتراضی انجام دادیم و به نظر من این یه چیزیه که باید سراسری بشه و این عکس العملیه که باید نشون بدیم علیه چیزایی که واقعا عمیقاً ضد زنن، ضد دخترن، ضد انسانی و بشرین. عادت زن یه چیز کاملا طبیعی است، به هیچ وجه تابو نباید باشه و این تابو رو حداقل باید بتونیم توی قرن 21 بشکنیم. دقیقاً این وظیفه همه آدمای تو جامعه است، هم مرد هم زن، که در این مورد صحبت بکنن، به اشتراک بذارن، در موردش حرف بزنن و زوایای مختلفش رو باید مقابله کنن با زبانی که زن رو تعبیر میکنه، انسان از خودش بیگانه میکنه، مرد به عنوان یک حیوان به حیوان تبدیل میکنه، با این زبان، با این بیان و با این اشکال مختلف حمله به زن که به انسانیت جامعه است در واقع باش مقابله بکنن و پیروز باشیم برای این کاری که داریم میکنیم. به سوی 8 مارس موفق امسال و به سوی اتمام تابو علیه عادت زنان و دختران.